امیرحسین اعتمادی فعال سیاسی اینجا در استودیو ما رو همراهی می‌کنه. خیلی خوش آمد میگم به شما آقای اعتمادی. از همین واکنش اسرائیل و آلمان شروع بکنیم به انتخاب رئیسی. فکر می‌کنین که تنش در مناسبات ایران و اسرائیل بیشتر خواهد شد پس از انتخاب آقای رئیسی؟ ببینید، در مورد اسرائیل، به هر حال دولت اسرائیل درسته که کابینه تغییر کرده، نخست وزیر تغییر کرده، اما حالا این آقای نفتالی بنت که اتفاقا نسبت به آقای نتانیاهو شاید در جاهایی به مراتب تندتر هم باشه نسبت به جمهوری اسلامی، اما حتی اگر جناح دیگری از اسرائیلی‌ها بر سر کار میومد، جناح میانه‌روتر یا چپتر، باز هم در مورد جمهوری اسلامی سیاست دولت اسرائیل هیچ تغییر نخواهد کرد. ما دیدیم علاوه بر آقای نفتالی بنت، آقای یائیر لاپید در واقع وزیر خارجه که شریک او هست در این دولت، او هم موضع خیلی تندی گرفته نسبت به منصوب شدن ابراهیم رئیسی به این پست تشریفاتی. اما من فکر کنم برای اسرائیل بسیار مناسبتر خواهد بود که رئیسی رو به عنوان نماد جمهوری اسلامی به دنیا معرفی بکنه و بگه باید با این رژیم سخت‌تر و شدیدتر رفتار بکنه. من کوتاه هم بگم در مورد واکنش آلمان، من فکر کنم واکنش مهمیه و نشون میده که دولت‌های غربی، دولت‌های دموکراتیک غربی، آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا رئیسی رو مثل روحانی نخواهند پذیرفت و این به نظرم یکی از اون اهدافی که مردم ایران داشتن از این تحریم بزرگ داره محقق میشه اتفاقا. یکی از واکنش‌های داخلی که ما داشتیم نسبت به انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی فرمانده کل سپاه پاسداران بود که مثل سایر واکنش‌های داخلی که داشتیم حماسه مردم ایران و شکست تحریم انتخابات رو به نوعی میشه گفت تبریک گفت. اما اگه به آماری که خود از داخل ایران منتشر میشه، وزارت کشور منتشر کرده، هم بخوایم استناد بکنیم، بیش از نیمی از مردم ایران در این انتخابات شرکت نکردن، علاوه بر اینکه نزدیک به 13% هم آرای باطله بوده. چطور میشه یک همچنین استنباطی مقامات داخل ایران داره؟ پاسخش به نظرم یک کلمه است: آمارسازی و جعل آمار. یعنی بدونید آمار واقعی چقدر پایین‌تر از این عدد بوده که با وجود آمارسازی که تازه هنوز زیر 5%، 48.9%، این تعداد آرای باطل است، باز هم اینا دارن این رو یک پیروزی میخونن. من تصور میکنم خودشون این مقاماتی که مثل فرمانده سپاه، مثل آقای وحید حقانیان که به نظر اون بیانیه که او دیروز داد حتی از اینم مهمتره، او علنا گفت که همتی، رضایی و قاضی‌زاده هاشمی خودشون خرج انقلاب کردن، یعنی اومدن این تنور رو داغ کردن که آبروی سیادت نظام بیش از این نره. هر دو اینا دارن به زبون بی زبونی، شاید بدون اینکه خودشون هم بفهمن، دارن میگن که آمار واقعی اینی نبوده که ما داریم میگیم، آمار بسیار پایین تر بوده و اینی که ما اعلام کردیم برای ما یک پیروزیه. فکر میکنید که فضای سیاسی و اجتماعی ایران از فردای استقرار ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی چه تغییری خواهد کرد؟ ببینید، من تصور میکنم به ویژه در ماهای آینده که دولت جدید نمیخواد از خودش، با توجه به تبلیغاتی هم که شده، یک دولت در مورد رئیسی که یک فرد سرکوبگر و ناقض حقوق بشره، چون نمیخواد از خودش این تصویر رو ارائه بده، فضا کمی برای اعتراضات سیاسی، اعتراضات کارگری، مخصوصا بازنشسته ها، معلم ها، فراهمتر خواهد شد. ما شاهد از نظر سیاسی اجتماعی، ما شاهد این نوع اعتراضات رو در ایران خواهیم بود، کما اینکه در همین یکی دو روز داریم می‌بینیم که کارگران پالایشگاه‌ها دارن در بعضی شهرهای استان خوزستان شروع کردن اعتراضشون از سر گرفت. و در ادامه سرکوب هم احتمالاً ممکنه بعد از اون سرکوب‌ها باشه، برای اینکه به هر حال یکی از اهدافی که اینها رئیسی رو عرضه کردن این بوده که بتونن فضا رو تنگ‌تر بکنن. بسیار عالی، از توضیح شما بسیار ممنونم. امیرحسین اعتمادی فعال سیاسی که اینجا در استودیو ما را همراهی می